به نام خداوند شمس و مه تابناک. رضا ابراهیمی هستم در خدمت شما خوبان. دوستان گرامی، این کلیپ رو اختصاص دادم به اسکن زدن مکان. معمولا دوستان خیلی مایلند که مکانشون رو اسکن کنن و برای اسکن زدن برخی از دوستان به نوعی بالبال میزنن. دوستان ببینید، اسکن زدن شرایط خاص خودش رو داره و متاسفانه به دلیل ناآگاهی کاوشگران سنتی یک عده در رابطه با اسکن زدن به نوعی افراد شیاد. ببینید، ما معمولا همه جا افراد خوب و بد رو داریم. افراد شیاد که معمولا دوستان تعریف در مکانهایی که میریم تعریف میکنن که فلانی اومد برامون یک مکانی رو اسکن کرد و بعد یه سری مطالبی رو عنوان میکنن که به هیچ عنوان نحوه اسکن کردن صحیح نبوده. حالا افراد خوبی هم هستن که کارشون رو به بهترین نحو ممکن انجام میدن، یک عده دیگه هم هستن که به نوعی سیستم دارن اما نحوه کار با سیستم رو نمیدونن. خیلی کوتاه در رابطه با نحوه اسکن کردن مطالبی رو خدمتتون عنوان میکنم که اگر دوستانی که مایلند مکانشون اسکن بشه حتما به این مطالبی که خدمتتون عنوان میکنم توجه خاص و ویژه رو داشته باشید. بنده رو همراهی بفرمایید تا پایان کلیپ. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستان عزیز، شما زمانی که حالا خودتون سیستم دارید یا افرادی هستن که مورد اعتماد و مورد وثوق شما هستن و قرار مکانتون رو بیان اسکن بکنن، اولین کاری که انجام میدن بایستی اون مکان، شعاع اون مکان کم بشه، یعنی یک فضای یک هکتاری بشه 5000 متر، بشه نمیدونم 2000 متر، 500 متر، 100 متر و نهایتا خدمتون عرض بشه که یک فضای 15 متری تا 20 متری. خب اون شخصی که سیستم دستشه یک سری ابزاری داره، اون فضا رو، شعاع رو کمتر میکنه به یک فضای محدودی میرسه. به اون فضای محدود اگر رسید، اگر هم اعتماد دارید به اون شخص، اولین کاری که میکنید همون فضای 10-15 متری رو به اندازه چیزی حدود 20 سانت خاک سطح رو بردارید. چرا؟ چون آلودگی هایی در سطح خاک هست که ممکنه باعث ایرور در سیستم بشه. بعد از این که شما سطح خاک رو به نوعی به قول کاوشگران با یک پابیل برداشتید، بعد از اون بایستی اون شخصی که قراره برای شما سیستم بزنه یا خودتون سیستم دارید میخواین این کار رو انجام بدید، یک متر رو دقیق حالت موزاییکی هر 25 سانت یه نشونه بذارید. یک لوبیای سفید بذارید، لوبیای قرمز، 200 گرم لوبیا همراهتون باشه، هر 20 سانت، هر 25 سانت یه دونه لوبیا، هر 25 سانت یه دونه سنگ رنگی یا هر چیزی که شما رو مجاب بکنه به این که هر گامی که برمیدارید اون 25 سانتتون دقیق باشه. خدمتتون عرض بشه بعد از این جریان دوستان عزیز، شما میایین چیکار میکنین؟ اون شخص یا شما از شمال به جنوب میایین اسکن میکنین. شمال به جنوب رو که انجام دادید، مجددا دوباره همون کار رو از جنوب به شمال انجام میدید. شمال به جنوب و جنوب به شمال دوستان گرامی میشه
تلفن وقتی زنگ بزنه تمام محتویات ذهنم به هم میرسه. در هر حال شما دوستان عزیز اسکن میزنید از شمال به جنوب و از جنوب به شمال، این اون شیئی که در دل زمین هست و شما به دنبالش هستید رو میگیره. شمال به جنوب، جنوب به شمال. پس میشه دو تا اسکن. یک اسکن میزنید از شمال به جنوب، سیو میکنید، یک اسمی براش انتخاب میکنید، میزنید مثلا پیر ش گ، یعنی شمال به جنوب. دوباره همین کار رو از جنوب به شمال میزنید، میمیسید پیر جشه از جنوب به شمال. مجددن یک اسکن دیگه در همون فضای 10-15 متری، یک اسکن دیگه میزنید از شرق به غرب، یک اسکن دیگه میزنید از غرب به شرق. اسکنی که از شرق به غرب میزنید میمیسید که اسکن پیر شرق به غرب. مجددن اسکن مثلا سنگ دوشاخ از غرب به شرق. خب غرب به شرق حفره رو، اون اندازه حفره رو، میزان حفره رو به شما میده. شمال به جنوب و جنوب به شمال به شما دوستان گرامی اون شیء ارزشمند رو نشون میده. بعد از اینکه این کارها رو انجام دادید اون فایل رو حتما از اون شخص بگیرید. یعنی برای یک مکان بایستی شما 4 اسکن رو بزنید. زمانی که 4 اسکن رو برای شما انجام دادن فایل رو بگیرید. فایل رو که گرفتید شما یه سرچ کوتاه بزنید در یوتیوب یا در فضای مجازی در گوگل، بنویسید متخصص ویژوالایزر. افراد مختلفی میان، یک نفر رو انتخاب بکنید و از طریق واتساپ مبلغی رو به این آقا پرداخت بکنید و این شخص متخصص برای شما اون فایلتون رو تفسیر میکنه. زمانی که فایل شما تفسیر شد شما تازه مطمئن میشید، متوجه میشید که مکان شما آیا ارزشمند هست یا نیست. چرا؟ چون اون شخصی که میاد برای شما سیستم میزنه مطمئنن در رابطه با ویژوالایزر دوستان گرامی تخصص و مهارتی رو نداره. امیدوارم دوستان عزیز حواستون باشه افرادی رو انتخاب بفرمایید که اون افراد توانایی و مهارت و تخصص این کار رو داشته باشن. شما بخواین یک سیستم اسکن رو خریداری بکنید، داخل کشور که متاسفانه 99.9% فیکن، از خارج از کشور هم بخواین خریداری بکنید قیمت بسیار بالاست. بنده پیشنهاد میکنم که حتما دازینگ رو داشته باشید. چرا؟ چون وقتی دازینگ رو داشته باشید تو عمل همه این کارها رو شما میتونید به تنهایی انجام بدید با بهترین نتیجه گیری، اما قبلش تمرینات خاص خودش رو داره که بایستی انجام بدید. ممنونم از تک تک شما خوبان. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دست همه شما رو به گرمی میفشارم. مثل همیشه امضای خدا پای تمامی آرزوها و رویاهای شما. مهرتون جاوید و روزگارتون وصل و امید. بدرود.